من با یک سینمایی که توش لوندی یک زن بود، سکسه یک زن بود، مخالف نبودم. ولی هرگز خودم این کارو نکردم. مثلا مایو دوتیکه بپوشم، خب نکردم. نمیدونم چرا در این حد که اینجوری باشم چرا، ولی اینکه تمام بدنم نشون بدم نه، نکردم، چون دوست داشتم. شاید هم هیکلشو نداشتم، نمیدونم. به هر حال یک کدوم از اینا بود. خیلی ها از من میپرسن که در سینمای شما، در سینمای طلایی، آیا صحنه های سکسی که انجام میدادن هنرمندان، بازیگرا یا خود شما، آیا احساسی هم توش بود یا نه؟ بعد عرض کنم که عزیزای دلم، ما اون صحنه رو بازی نمی‌کردیم که از وجود هم لذت ببریم. اون صحنه ایجاب می‌کرد که یه همچین حالتی داشته باشه. مثل بزن بزنای توی فیلم‌ها، توی کافه‌ها، مثل رقص آوازای توی کافه‌ها، و همه مردم هم می اومدن ساعت‌ها پای تلویزیون وای می‌سادن، پای سینما وای می‌سادن، سردر سینما رو نگاه می‌کردن، ویترینا رو نگاه می‌کردن و ببینن آیا صحنه سکسی داره، ببینن بزن بزن داره، ببینن رقصنده کاباره داره، اینجوری وایسه داره می‌رقصه. اگه این چیزا رو داشت، بلیت می‌خریدن می‌اومدن تو. اون فیلم موفق. مردم عادت کرده بودن به اینکه همه اینا رو با هم تو فیلم داشته باشن. وقتی هنرپیشه نقش یک خواننده رو بازی می‌کرد، می‌خوند و می‌رقصید، مردم لذت می‌بردن، به چشم بد بهش نگاه نمی‌کردن. در همون دوره وقتی که با یه مرد دست میدازن گردن یه هنرپیشه روبرو مقابلشون، مردم اون نزدیکی رو احساس میکردن، خودشون رو به اون هنرمندا نزدیک میکردن، ولی احساس بدی نداشتن. وقتی یک آرتیست سینما مثل زنده یاد ایرج قادری، زنده یاد بهمن مفید، فردین، زنده یاد ناصرخان ملک مطیع، بزن بزن داشتن، همه تو سوت میکشیدن تو سینما، تو سالن شلوغ میکردن، بعضی ها بلند میشدن، کف میزدن، دست میزدن. این احساسات مردم پاک کشور ما بود که ما میدیدیم و فیلم موفق میشد رو فروشش. اون فیلم موفق بود. اگه آقای فردین میرقصید و نمیدونم روی صحنه میرقصید و میخوند و میرقصید، اون فیلم موفق بود. اگه خانم فروزان میرقصید و میخوند، اون فیلم موفق بود. خیلی فیلم های دیگه هم داشتیم که هیچ کدوم این صحنه ها رو نداشت، ولی صحنه های فیلم های چی میگن؟ هنری اسمشو گذاشته بودن. فیلمایی که بزن بزن داشت و کتککاری داشت و رقص و آواز داشت و نمیدونم دخترای سکسی با مینی شورت و نمیدونم بلیزای نیمه تنه و اینا داشت، بهش گفتن تجارتی، که فروشش از فیلمای هنری بسیار بالاتر بود. به خاطر همین چیزا در اون زمان هیچ کس به هیچ کس ایراد نمی گرفت، چون همه این هم بودن. طرف وقتی تو خیابون یه خانوم رو می دید با مینی شورت، توی سینما می دید، پس براش علل سبیه بود. اگر که لب دریا با مایو دوتیکه، خدا شاهده من یه خاطره برای تو طرفم، توی شمال یه موقعی مود شده بود که خانوما مایوهای بیکینی قلاب باف می پوشیدن، یه بند بود پشتشون و یه گل
قلاب یا دست یا یه دیزاینی مایوشون بود، کرستشون اینجوری دو تا دست بود یا دو تا گل بود با بند، تمام بدنشون بیرون بود، ولی کسی به کسی نگاه نمی کرد چون تو سر نونوایی می رفتی یه حریر می پوشید خیلی شیک بود روش، اگر هم نمی پوشید با همون مایو می رفت نونوایی، می رفت سوپرمارکت، می رفت قصابی، می رفت خرید، کسی به کسی نگاه نمی کرد. همه ناموس هم بودن، همه به هم احترام می ذاشتن. اگه اون آقایی که نشسته بود بغل دست زنش، زنش بغل دستش با مایو و تیکل خوشگل و اینا، دیگه لزومی نداشت به کسی نگاه کنه، چون خانومش هم عین همون خانوم روبروی مایو پوشیده بود، دخترش هم عین دختر روبروی مایو پوشیده بود. ما این منظره ها رو دیدیم، ما توهین نشدیم، ما ایراد نگرفتن ازمون هرگز، و خیلی روشن فکرانه با ما برخورد میکردن. من با یک سینمایی که توش لوندی یک زن بود، سکسه یک زن بود، مخالف نبودم، ولی هرگز خودم این کارو نکردم. مثلا مایو دو تیکه بپوشم، خب نکردم، نمیدونم چرا در این حد که اینجوری باشم چرا، ولی اینکه تمام بدنم نشون بدم نه، نکردم، چون دوست داشتم. شاید هم هیکلشو نداشتم، نمیدونم، به هر حال یک کدوم از اینا بود. ولی خانومی که هیکلشو داشت، زیباییشو داشت، مایو دو تیکه هم میپوشیدن، خیلی از هنرمندان ما لباسای مینی شورت میپوشیدن، مینی جوپای خیلی خیلی کوتاه میپوشیدن با سوتیان، هیچ کس هم ایرادی نمیگرفت، تو فیلم ها میپوشیدن، خیلی هم مرسوم بود، خیلی هم همه دوست داشتن، هیچ کس هم ایراد نمیگرفت. من یه فیلم بازی میکردم به نام جانی و توپل با جناب همایون عزیزمون. این فیلم مال آقای زندیاد داوود اسماعیلی بود. داوود اسماعیلی، خب من یک خواننده کاباره بودم، خب لباس کوتاه می پوشیدم، بدون آستین می پوشیدم، پشتباز می پوشیدم، مثل همه زنایی که تو خیابون می پوشیدن، هیچ فرقی با هم نداشتیم. دوست دارم اینا رو باور کنین، دوست دارم اینا رو به چشم ببینین که در اون دوره هم چادری بود، هم روسری بود، هم یه خانم مینی شورتی و بالاتن لخت، همه هم کنار هم راه می رفتن، هیچ کس هم به هیچ کی ایراد نمی گیره، گیس کسی رو نمی کرد، شلاقش نمی زدن، کتکش نمی زدن، همه با هم توافق کرده بودن که این مملکت به نام ایران آزادی، هر کی هر چی دوست داره می پوشه و هیچ اجبار در اون زمان نبود. من به آقای داوود اسماعیلی قراردادی که بسته بودم نوشته بودم که توش صحنه های سکسی بازی نمی کنم. خب قراردادو ما امضا کرده بودیم و من بازی نمی کردم. فوقش مثلا من تو مواظب کلاهت باش یه دونه مثلا زیر پوش پوشیدم که فقط دستام بیرون بود با یه مقدار پام. سناریو اینجوری ایجاب میکرد که بری یه لباسی بپوشی که مرد روبرو تو وسوسه کنی، این ایجاب میکرد یه همچیزی پوشیده بشه. گفتم آقای داوود اسماعیلی، من صحنه های لخت و سر تا پا لخت و مایو و نمیدونم چیزا نمیپوشم. ایشون هم قبول کرده بود و ما مشغول فیلم برداری شدیم. تا اینکه یه روزی آقای داوود اسماعیلی اومد گفتش که من امروز یه صحنه پشت صحنه کاباره رو میخوام بگیریم و شما که آقای همایون میاد میبینه شما لختی سراپا، چشش اینجوری میبنده، اینجوری اینجوری میکنه،
میبنده و اینا که شما رو نبینه. منتها چون عاشق توه علای این دوتا انگشتای اینجوری اون یه ذره دوربین شما رو نشون میده. گفتم آقای اسماعیلی من که به شما توی قراردادمون اعلام کردم که من لخت بازی نمی کنم و نکردم. ایشونم خب خیلی به سختی قبول کرد چون اون سکانس قشنگی بود، سادگی هنرمند مقابل رو نشون میداد و ایشون هم با یه سیاهی لشکر با یه مانکن این کاری کرد. یکی رو آورد از پشت لختش کردن با یه دونه شورت از سر تا پاشو گرفتن که به اصطلاح هنرمند روبرو که از اینجا نگاه میکنه دوربین از اون بالا از دید چشم هنرمند تیت میکنه میاد پایین میره بالا. دو سه بار هیکل و باستن و پاها و شونه های اون هنرمند رو مانکن رو نشون میده. یعنی اون مانکن در حقیقت نقش من رو بازی کرده و اون هیکل منه. من از این ماجرا خبر نداشتم. ما وقتی فیلم تموم میشد باید سندیکای هنرمندان که حکم ما جناب فردین بود فیلم رو میدیدن، آقای حمید قنبری بود روشون شاد فیلم رو میدیدن، اوکی میدادن، میرفت برای اداره برای گرفتن پروانه پخش و بره روی تبلیغات و آنونس و بره برای روی اکران شدن فیلم. روزی که این فیلم برای سندیکای هنرمندان قرار بود پخش بشه من هم از فردین خواستم که حضور داشته باشم. یعنی این حق قانونی من بود که من حضور داشته باشم و ببینم و اوکی بدم. ما وقتی نشستیم برای فیلم رو شروع کردم روی اکران توی سینما میدیدیم، به اون صحنه که رسید من دیدم که دقیقا همون کارو کردن و هیکل لخت و با یه شورت و بدن و اینا. خیلی ناراحت شدم، هیچی نگفتم. فیلم که تموم شد فردین گفت خب فیلم خوبی بود. گفتم آقای فردین من اعتراض دارم. گفتن که به چی؟ گفتم به سکانسی که شبیه سازی کردم. گفت یعنی چی؟ گفتم سکانسی که توی صورتخونه اون پشت لخ میشه همایون اینجوری میبینه اون هیکل من نیست و من تو قراردادم دارم که لخت نخواهم شد و نشدم، از بازیگر مانکن استفاده کردن. مردم نمیدونن که اون مانکنه، مردم فکر میکنن بدن منه که با یه شورت وایستادم. فردین گفت آقای اسماعیلی درست میگن. ایشون گفت بله، ایشون قبول نکردن بازی کنن. ما مجبور شدیم که از مانکن استفاده کنیم، یه نفر بیاریم و اون صحنه رو بگیریم و ادیت کنیم که مردم فکر کنن هیکل خانم چندس دارین. فردین گفت شما خیلی بیجا کردیم، برای چی بدون اجازه آرتیست سینمات نقش اول چنین کاری کردیم؟ شما از خانم چندس سوال کردی؟ گفت نه خیر، اصلا کلن ایشون مخالفم. گفت منم مخالفم، اون صحنه رو باید در بیاری. وقتی حکم دستور میداد باید در میومد. درست سینما سینمای سکس بود و بمب سکس بهش میگفتن اون موقع، رقص و آواز و ساز، ولی از بدبختی های یه زن صحبت میکرد، یه زنی که مجبور بود توی اجتماعی زندگی بکنه که به راه بد میکشیدنش، که به راه
که بهش تجاوز میکردن، که آیندهش رو خراب میکردن. تمام اینا پند زندگی بود در سینمای ایران طلایی و هنرمندان ما هر کدوم یک معلم اجتماع بودن. مگه خانم فروزان بارها و بارها نقش یک زن رقصنده رو بازی نکرد؟ مگه نقش یه روسبی رو بازی نکرد به اون زیبایی؟ فقط خواست بهش بگه که سینما میگه که اگه این راه رو بری، این راه خانوادت رو به هم میزنه، این راه آیندت رو به هم میزنه، این راه جدایی بین زن و شوهر میزنه، بین مادر و فرزند رو. و این یه پند زندگی بود. این نبود که ما از این که مثلا یکی مثلا دست اندازه گردنمون، از دست اون آدم خیلی لذت میبردیم. من یه فیلم بازی میکردم به نام پشمالو با آقای مرتضی عقیلی، حسین گیل و خیلی های دیگه. یه صحنه بود، مرتضی وقتی سگ میشد موی یه دختری بود، یه دونه سگ داشت. فیلم پشمالو نمیم دیدین یا نه؟ یه دختر بود، یه دونه سگ داشت، از دو دونه باباش بود، خیلی هم پولدار بود، لوس و نونور هم بود. و این سگ رو بقید دستش میخواب بود تخت خوابش. بعد مرتضی عقیلی سگ میشد آدم میشد، سگ میشد آدم میشد. مثلا تو خیابون که رام میرم میگم زمانی که سگ بود چکرم مکرم، حالا سگه تو خیابون داره رام میره. ولی دوبله گذاشته بودن چکرم نکرم سبک مرتضی احمد توفی رو روی دیالوگه دهن سگ پخش میشد، میشنید تماشاچی میخندید. مرتضی عقیلی وقتی که سگ از سگ اون نقش سگ تبدیل به آدم میشد، فقط کلاش بالا سرش اینجا بود، کلا شاپوش لات بازی میکرد دیگه. تمام بدن مرتضی لخت دیده میشد ولی شورت داشت، لخت مادرزاد نبود. مردم فکر میکردن لخت مادرزاد، یه متکا گرفته بود دستش، مردم فکر میکردن لخت مادرزاد ولی نبود. اگه من و مرتضی بقید دست هم دیگه میخوابیدیم، یه دونه این متکای گنده وسطمون بود که دیده نمیشد. خانم آقای عقیلی میومد سر صحنه فیلم برداری. ماها هممون دارای خانواده آبرومندی بودیم، ماها هممون دارای بچه، زن، شوهر، هممون. آقای ناصر ملک‌نوری عاشق همسرش، عاشق بچهش، آقای فردین همینطور، آقای ایرج قادری همینطور، آقای منوچهر بوسوق همینطور، من شهناز تهرانی، فروزان عزیز، پوری جون نازنین، هممون دارای خانواده بودیم، دارای ارتباطات احساسی بودیم. سر صحنه هم روبرو هم بازی میکردیم، نقش عاشق و معشوق بازی میکردیم، نقش دو دلداده بازی میکردیم. ماها همدیگر رو دوست داشتیم ولی از یه نگاه دیگه. ولی توی بازیگری مردم گفتن اینا چقدر عاشق همن. اون نشان دهنده هنر یه بازیگره که آنچنان زیبا بازی کنه که همه فکر کنن که اوه چقدر اینا عاشق هم. اون موقع است که اون فیلم رو به جون دل میگیره، اون موقع است که اون فیلم رو پذیراست، اون موقع است که اون فیلم رو اون عشق رو میپذیره. و ما هم این نقش ها رو هر کسی در حد توان بازیگریش بسیار زیبا بازی میکرد. من هیچ ایرادی در مسئله سکس و عاشقی و اون سکس ارتباط خصوصی
جاش همه جا نیست. یه حرمتی داره، یه عزتی داره. حالا این سکس با راجب یه زن شوهره، یه دختر پسره، نمیدونم یا واده به هر کسی که با هم دیگه در ارتباط زندگی میکنه، اون یه چیز خصوصیه. زیر سقف خونت یا سقفی که تو انتخاب میکنی، ولی نه تو اجتماع، نه تو بیرون، نه بین مردم، نه در جمع نگاه بچه ها، نه در جمع نگاه جوانایی که تازه دارن 11-12-13 سالشون میشه و زیر 18 سالن. در اون دوره ما اینجوری فکر میکردیم، در اون دوره ما اینجوری رفتار میکردیم و در سینما انقدر این سکس، انقدر این چیز ظریف و قشنگ اجرا میشد، فیلم برداری میشد، ارائه میشد، حتی هیچ پدر مادری ایراد نمیگرفت اگه بچهش بلند میشد میومد سینما میگفت ای چرا مثلا خانم فلانی لخ شده اینجا، چرا خانم فلانی مثلا مایو پوشیده اینجا، چرا مثلا آقای بازیگر ایکس مثلا دست انداخته گردن این بازیگر، اونم داره براش میرقصه. نه، همش علل سویه بود و خوشبختانه این رو به آسونی قبول کرده بودن و ما هم به آسانی اجرا میکردیم، هیچ ایرادی هم نمیگرفتن و خیلی هم زیبا بود. و دورش گذشت، دوره این فیلم ها گذشت، فیلم ها شد یادگاری، الان همه جا میتونید ببینید، با دید باز نگاه کنید، عمق فیلم ها رو نگاه کنید، ببینید پیامش چیه. آیا شما که بیننده فیلم ایکس هستید، فلان فیلم هستید، برو اون فیلمی که دوست داری نگاه کن، آیا به تو حرفی برای گفتن داره؟ پیامی برای دادن داره؟ میپذیریش؟ بازیگراشو دوست داری؟ هنرپیشاشو دوست داری؟ کارگردانشو دوست داری؟ نویسندهشو دوست داری؟ فیلمبردارشو دوست داری؟ همه اینا مکمل همدیگه است و ما هنرمندا هنرپیشای بسیار خوبی داشتیم که خیلی هاشون متاسفانه در این دنیا نیستم، خیلی هم نام و نشانی ازشون نیست و کلن سینمای فردی از بین رفت. پاینده باشید، موفق و پایدار. خدا نگهدار همت. دوستتون دارم، حمایت کنید از پیج من، پیج های من، از یوتیوب من، از تویتر من حمایت هم کنید. حرفای گفتنی بسیار است. خدا نگهدار.